همه شما شعله های سرکش قیام آتش. با گزارش دیگه از آنلاین و حال و هوای فضای مجازی در آستانه چهارشنبه سوری در خدمت شما هستیم. اما قبل از اینکه بخوایم به سراغ شبکه های اجتماعی بریم، یک خبر خوب داریم برای همه کانون های شورشی و علاقمندان به اونها که فعالیت هاشون رو دنبال میکنن. سایت مجاهد به مناسبت چهارشنبه سوری و یک هفته قیام آتش یک صفحه ویژه برای فعالیت های کانون های شورشی براه انداخته که در این صفحه ویژه شما میتونین فعالیت های کانون های شورشی رو بر روی نقشه ایران در شهرهای مختلف ببینین. از یک طرف گستردگی این فعالیت ها در سراسر ایران و شهرها و استانهای مختلف یک تصویر کلی از این حرکت های اعتراضی نشون میده و از طرف دیگه با اشاره روی هر شهر و هر فعالیتی که بخواید میتونید فیلم اون رو هم در همون لحظه دنبال کنید و ببینید. پیشنهاد میکنم حتما به این صفحه سری بزنین و با آخرین فعالیت های کانون های شورشی همراه بشین. اما جدا از این موضوع، کاربران فضای مجازی هم در شبکه های اجتماعی و محیط های مختلف با فراخوان های خودشون از همه مردم ایران دعوت کردند که امسال چهارشنبه سوری رو هرچه آتشین تر و شورشی تر برپا کنند. پوستری هست از فراخوان برپایی چهارشنبه سوری سال 97 و گفتن که در آستانه جشن باستانی چهارشنبه سوری امسال جشن و شادی رو در مقابله با تورم و گرانی در محله ها و میادین اصلی شهر برپا کنیم و اعتراض خودمون رو به دیکتاتوری فاسد آخوندها نشون بدیم. پوستر بعدی نقل قولی از رهبر مقاومت در رابطه با تعریف چهارشنبه سوری رو عنوان کرده: چهارشنبه سوری برای ما علامتی از جنگ و آتشباران ارتجاع و علامت سرخی شما و زردی دشمن خلق و میهن ماست. پوستر بعدی بخشهایی از فراخوان مجاهدین در رابطه با چهارشنبه سوری رو مجددا تکرار کرده: سوزاندن و ترسک‌ها و بنرهای خمینی و خامنه‌ای و روحانی روشنی بخش قلب‌های مردم دردمند ایران است. با قیام آتش در چهارشنبه سوری به استقبال سال جدید می‌رویم و همینطور تاکید کرده که این سکویی است برای گسترش شورش و قیام در سال 98 در هر زمان و هر مکان. پست بعدی هم به تبدیل این یک هفته به هفته اعتراض اشاره کرده و گفته که جشن ملی چهارشنبه سوری فرا می‌رسه، آخرین هفته سال رو به هفته اعتراض و آتش علیه اهریمنان عمامه‌دار تبدیل کنیم. کاربر دیگه با انتشار عکس‌هایی از جشن‌های مردمی در چهارشنبه سوری به ترس و وحشت رژیم از این جشن ملی و اعتراض مردم اشاره کرده و نوشته که اگر بدونید که چهارشنبه سوری امسال چقدر برای آخوندها ترس‌آوره، از همین امروز آتش می‌کنید. پوستر بعدی هم یک پوستر ابتکاری هست و دعوت برای شرکت در قیام اعتراض به مناسبت چهارشنبه سوری. ما همه با هم هستیم، دیدارمان چهارشنبه سوری در کوچه و خیابان‌های شهر. و بعدی به نقش هر کدوم از ما در قیام آتش اشاره کرده و گفته که هر کس در هر جایی که هست میتونه خودش اولین جرقه باشه پیش به سوی قیام آتش و تاکید کرده که در این روز با شعار نویسی و با آتش کشیدن عکس‌های خمینی و خامنه‌ای میتونیم صدای نه بزرگ مردم ایران علیه دیکتاتوری آخوندها باشیم. کافیه که هر کس در هر جایی که هست خودش رو مسئول ابراز این اعتراض به ظلم بدونه و تن به ظلم و ستم نده. پوستر بعدی هم یکی از شعارهای پرطرفدار در طی یک سال اخیر هست: تو دیکتاتور من آرش، آتش جواب آتش. این هم یک طرح ابتکاری هست برای فراخوان به یک هفته اعتراض و با آتش کشیدن تصاویر نحس خامنه‌ای و خمینی و در واقع تبلیغ کمپین دیکتاتور در آتش. یکی از فیلم‌های پربازدید یک دو روز گذشته هم فیلم دو جوان هست که در تهران در پارک شهر عکس خامنه‌ای رو با آتش می‌کشن و در واقع می‌خوان اینطور نشون بدن که ترسی از چیزی ندارن. مرگ بر توئه. پارک کثیف جمهوری اسلامی، ما دیگه ترسی ازت نداریم. باید از ایران بری. باید از کشور تمیز و خوبم بری. تو کثیفش کردی کشور من رو. ننگ بر تو باد خامنه ای، ننگ بر تو باد. ببینید ساعت 6 بعد از ظهر تئاتر شهر، از هیچ کسی ابایی نداریم، شلوغم هست.
اما جدا از موضوع چهارشنبه سوری، ادعای اخیر آخوند مصباح یزدی هم در فضای مجازی بازتاب زیادی داشته که به دنبال گرانی گوشت گفته که خوردن گوشت گوسفند سفارش هم شده، اما اگر در شرایطی قرار گیرد میتواند حرام هم باشد. کاربران فضای مجازی به طنز از این موضوع تحت عنوان زمینه سازی برای حرام اعلام کردن گوشت نام بردن و گفتن که احتمالاً منظورش از شرایط خاص، شرایط فعلی و صف‌های طولانی هست. از جمله تصویری هست از امروز ربات کریم و صف طولانی مردم برای خرید گوشت. فیلم دیگه هست از صف گوشت یخ‌زده در قزوین. تصویر دیگه هست از اردبیل و صف خرید مرغ. اینجا محله سلمان آباد هست. و یک فیلم دردناک هم منتشر شده از کارگران شهرداری که به مدت طولانی در صف خرید گوش منتظر هستن. خیلی میخوان به کارگرهای شهرداری بگن فقط شلوغی رو داشته باشید. آقای ظریفی که شما افتخار میکنید به مقاومت مردم فلسطین، به این صفا هم افتخار کن که کارگرات ببین کارگرهای کشور خودت با چه وضعیتی زندگی میکنن. به خاطر یک ذره گوشت 3 ساعت الان اینجا علافن گوشت یخی. یکی دیگه از موضوعاتی که در فضای مجازی بازتاب داشته بحث گرونی آجیل بود که در روزهای قبل هم گفتیم در خیلی از شهرها و روستاها، حتی خود کارگزاران رژیم یا استانداری‌ها و شهرداری‌ها بنرها و تابلوهای این که مردم به دلیل گرونی از آجیل و میوه استفاده نکنن نصب شده. اما در این حال در همین شرایط شاهد این هستیم که استاندار تهران و رئیس سازمان محیط زیست پروژه افتتاح می‌کنن و پذیرایی‌های لاکچری هم دارن که در رابطه با همین موضوع این تصاویر رو کاربران فضای مجازی منتشر کردن و نوشتن که تحریم و نخوردن آجیل و میوه فقط برای مردمه، برای مسئولین نیست، و اشاره کردن به آجیل 200 هزار تومانی که در این مراسم استفاده شده. در نهایت هم کلیپی می‌بینیم از تبلیغ فقر توسط رژیم و پاسخ مردم به این تبلیغات مسخره آخوندی. حضرت محمد بهش سری زدم، دیدم بیشتر مردم آن فقیران هست. مسئولینی که اینا رو برای مردم میفرستین و مینویسین و تشویق میکنین، شما از ثروتهایتون به ما بدین که حقوق نجومی دارید و تو خونه های 100 میلیارد و 200 میلیاردی زندگی میکنین. ما نمیخوایم بریم بهشت، شما برید بهشت. بله، شکی نیست که روزی نچندان دور این همه درد و خشم به انفجار بزرگی منجر میشه که اثری از دیکتاتور باقی نخواهد گذاشت. در پایان گزارش امروزمون برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت داریم، به خصوص هم در فعالیت هاتون در فضای مجازی و هم در فعالیت هاتون در فضای حقیقی. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار و پیروز باشید.